دقیق تر از لایبنیتس هم بوده، حتی به نوعی مفهوم حد و این چیزا رو هم داشته، شاید به اون صورت دقیق صریح نبوده در لایبنیتس، ولی ریاضیاتی که در واقع شروع شد به کار برده بشه در همون فیزیک که نیوتن به وجود آورده بود به سبک لایبنیتس بود، نه به سبک نیوتنی. و لایبنیتس از افرادی بود که علاوه بر این خیلی اعتقاد داشت به این که به محاسبه، همونطور که میدونید که یه طراحی کرده بود یه نوع ماشین محاسبه را و اعتقاد داشت که استدلال‌های ریاضی رو باید بشه، حتی استدلال‌های منطقی معمولی رو در امور اجتماعی را معتقد بود که باید براش یه نوع ریاضیاتی ساخته بشه که بشه همه استدلال‌ها رو به طور ماشینی انجام داد. یعنی این مسئله محاسبه و جبر چیزی بود که در واقع اگه بخوام بگیم که یه تحولی در اروپا رخ داد در رنسانس، تحولی بود که این جبر رو گرفتن از ناحیه ما به اصطلاح حالا به هر جوری هست و این در واقع شد پایه علم جدیدی که در اروپا به وجود اومد، چون اصلا علم جدید اروپا کاملا مبتنی بود که ما یه مقدار مسائل فلسفی رو بذاریم کنار، بپردازیم به اینکه چجوری میشه نتایج کمی گرفت، یعنی چجوری میشه محاسبه کرد. و اینجاست که نقش جبر خیلی پررنگ میشه. بسیار خوب، حالا ما میخوایم چند تا جهش بکنیم دیگه. به هر حال من بی نهایت وقت ندارم، فکر کنم یه روب دیگه شاید وقت نشته باشم. میخوام یه چند تا حادثه مهم ما در تحولات جبر بگم، هرچی جدیدتر بشیم من صلاحیتم کمتر میشه، بنابراین حالا من فقط جهشی چند تا چیز لازمه که حتما بهش اشاره بکنم. من برم جلوتر ببینم تو سلاید بعدیم چی دارم. ها قبل از اینکه برم سلاید بعدی ببینید، یکی از تحولاتی که رخ داد در همراه با تحولات در جبر اتساع مفهوم عدد بود. همونطور که میدونید در وقتی ایتالیایی ها داشتن سعی میکردن که معادلات درجه 3 و 4 رو به صورت جبری حل بکنن، برخوردن به اینکه اعداد منفی و اعداد موهومی و مختلط رو هم در واقع بپذیرن، چون میدیدن که اینها با اینکه یه معنی شهودی نداشتن براشون، اما به عنوان ماهیت‌های مجرد یعنی اشیایی که در جبر معنی پیدا می‌کردن میشد ازشون استفاده کرد. یعنی باز شما میبینید جبر شده بود یه تکیه‌گاه جدید، شده بود یک جهان جدیدی، یعنی این جهان ایکس ها و مثلا اشیاء و مجهول ها که در واقع گفتم یه مواظبه طبیعی نداشت، شده بود یه جایگاهی که توش میشد چیزای جدید رو مطرح کرد و این اعداد مشکوک جدید، اعداد منفی و اعداد موهومی و این چیزا رو مطرح کردن، که البته بعدا معنی عدد خیلی چیز پیدا کرد، توسعه پیدا کرد دیگه. حالا من لازم است راجع به این صحبت کنم، یه مفهوم میدونید که بعدا خب اعداد مختلف رو افراد مختلف آرگان، گاس، اولر، دیگران بهش کاملا مشروعیت دادن، تعبیرهای شهودی دادن، تعبیرهای هندسی دادن دیگه، کار کردن با اینا خیلی معمول شد. بعدا معروف میگه همیلتون هم چارتای ها کواترنیون ها رو اختراع کرد بعدش، که البته من دیدم یکی از سخنرانان بعد از ظهر میگوید که در واقع گاوس هم یه نوعی پی برده بود به چارتای ها در تشریح حرکت سه‌بعدی، حالا اونو حتما بعد از ظهر خواهید شنید. بعدن هم کیلی هشتایی ها رو معرفی کرد یا آکتانیون ها رو. بعد هم خواهم راجع به این بگم، در واقع میخواستن مفهوم عدد رو توسعه بدن، نه فقط صرفا به خاطر توسعه، ولی به دلایلی که واقعا میشد به کارش برد، همینطور که اعداد موهومی رو میشد به کار برد، اون وقت دنبال این بودن که مثلا از چهار تا بشه یک، اول دنبال این بودن که مثلا همیلتون اقلا دنبال این بود که بتونه ستایی ها رو تبدیل بکنه به یه نوع عدد، برایشون یه نوع ذره تعریف بکنه که بتونه با این دوران ها رو در فضای سه‌بعدی تشریح بکنه، که دید بعد از مدت ها فهمید نمیشه، نیاز هست به چارتایی ها، که حالا این داستان سر دراز داره خودش. به طور کلی اتساع مفهوم عدد رو ما داریم
و اینکه اعمال جبری، ببین اعمال جبری، اینجا اعمال اولا از حساب شروع شد، بعدا گفتیم در دوره تمدن اسلامی این اعمال حسابی رو توسعه دادن به چند جمله ای ها، یعنی به جبر توسعه دادن. بعد از اون حالا ما میام این نوع اعداد جدید مطرح میکنیم و سیستم های جدید رو، و در واقع باز دوباره میرسیم به یه نوع تعمیم جبر. یعنی به نظر میاد که این عملیات، یعنی خود توسعه جبر در واقع درگیر این شد که ما عملیات رو توسعه بدیم به اشیا، به سیستم اشیای جدید. شاید بشه گفت به نوعی شروع جبر مدرن، حالا اقلا به طور رسمی میشه دو تا چیز رو در موردش گفت. من میخوام حالا گفتم این چیزها رو تجربه تاریخی رو انواع اقسام تعبیرها میشه روش گذاشت و از زاویه های مختلف میشه بهش نگاه کرد، ولی یه زاویه، زاویه نظریه گروه هاست. نظریه گروه ها از کار روفینی در شاید ایتالیا که سعی میکرد یه جوری به تقارن ریشه ها نگاه بکنه، بعدن لاگرانژ که سعی کرد معادلات جبری رو یه جوری با حلشون رو از راه یه جوری تقارن ریشه ها پیدا کنه، و بعدن گالوا و شاید آبل و گالوا و اینها، در واقع نظریه گروه ها شروع شد. بعدن نظریه گروه ها، یعنی نظریه گروه ها یعنی چی؟ یعنی اینکه علل اصول بررسی تقارن های دستگاه، یعنی می‌خواستن ببینن در اونجا اولین موردش این بود که ببینن که اگر این ریشه‌های معادلات یه جوری با هم جابجا بکنیم چه جور جابجایی‌های میشه با این ریشه‌های معادلات انجام داد بدون اینکه معادله تغییر بکنه، و اینا چه اثری میتونه داشته باشه در حل پذیری معادلات. این یواش یواش به جاهای دیگه ریاضیات چیز پیدا کرد، به معادلات دیفرانسیل مثلا، به نظریه توابع بیضوی، توابع مختلط، اینها در اینها هم دیدن تقارنها در واقع میتونن یه نقش خیلی تعیین کننده داشته باشن، و در واقع میشه گفتش که اوج این جریانات برنامه ارلنگن فلیکس کلاین در قرن 19 هم بود. فلیکس کلاین ریاضیدان بزرگ آلمانی در قرن 19 هم اصلا به این نتیجه رسید که این هندسه های مختلفی که داشت مطرح می شد، این هندسه ها رو باید بر اساس گروه تقارن هاشون رده بندی کرد، و در واقع خیلی جلو رفت در این راه. حالا راهی نبود که در واقع به اون روشی که اون داشت می رفت به نتیجه نهایی برسه، ولی به صورت های مختلفی، به صورت در واقع میشه گفت اینفینیتزیمال، بعدن در کارهای الی کارتان با به وجود آوردن هندسه دیفرانسیل جدید و نقش مهمی که گروه های لی داره در هندسه دیفرانسیل، باز دوباره گروه ها و تقارن مطرح شدن در هندسه. و خود لی رو باید گفت، سوفوسلی چیز رو به کار برد، همینطور که قبلا معادلات جبری رو میخواستن با استفاده از تقارنها در مورد حل پذیریش صحبت بکنن، سوفوسلی خواست با چیزی که بهش میگیم امروز گروه های لی، یعنی گروه های پیوسته هستن، این گروه هایی هستن که بی نهایت عضو دارن و علاوه بر خاصیت جبری گروهشون خواست توپولوژیک و هندسی هم دارن، این با این گروه های لی میخواست راجع به حل پذیری معادلات دیفرانسیل صحبت بکنه. با خب خیلی هم جلو رفت، خیلی کارا هم کرد در این زمینه که اون نظریه گروه های لی و گروه های توپولوژیک و این چیز هاست. خلاصه یکی از در واقع سرآغاز های جبر جدید این نظریه گروه ها بود. یه چیز دیگری هم هستش، یه شاخه دیگری هم هستش و اون نظریه اعداد بود. میدونید که دریشله ریاضیدان بزرگی بود که در زمان گاوس در برلین بود، بعد از مرگ گاوس آمد به گوتینگن، کرسی گاوس گرفت، و یک درس خیلی معروفی در نظریه اعداد داشت که جزوه این درس رو ددکین می‌نوشت. ددکین یه جوانی بود که به اصطلاح امروز میگن پستاک، یعنی که
اون زمان گفتم پریوات دوسنت تو آلمان، یک کسی بود جوانی بود که تازه دکترش گرفته بود و در واقع در استخدام دانشگاه بود به طور موقت و در واقع اساتید بزرگتر رو کمک میکرد. دریشل در واقع جزوه ببخشید ددکین جزوه دریشل رو تهیه میکرد. این جزوه که تهیه میکرد خود ددکین یک جوان ریاضیدان خیلی قوی بود و کاری که کرد این بود که یک زمایمی اضافه کرد به جزوه نظریه اعداد دریشله که توی زمایم یه مفاهیمی که ما امروز بهش میگیم حلقه و میدان و میدان درسته و این چیزا، اینا همه اینا رو تعریف کرد و در واقع چیزای تعریف کرد که ما امروز میگیم مثلا خواص جابجایی و شرکت پذیری و این چیزا، همه اینها رو در واقع مطرح کرد برای این دستگاه‌ها و نشون داد که این چیزایی که داره به کار میبره دریشله توی نظریه اعداد، اگه یه سری کلی تر هم بهش نگاه بکنیم، اینا توی دستگاه های کلی تری ممکنه از این چیزا تبعیت بکنن و در واقع اگه از بالا اینجور مجرد به این جریان نگاه بکنیم، روابط منطقی رو خیلی بهتر میبینیم. یعنی در واقع میشه گفتش که جبر جدید دو تا سرآغاز داره، یکیش نظریه گروه هاست، یکی نظریه اعداد، و این در واقع کاری که ددکین کرد در تهیه جزوه درسای دریشله که توش تمام تعداد زیادی از این مفاهیم امروزی رو در واقع اونجا معرفی کرد. البته این چیز داشت به طور طبیعی جلو می رفت، ولی خب یه جوری باید یه جایی رو گفتش که در واقع شروع این جریانات. خب پس از این من میخوام بپرم جلوتر به ولی ببینید من اینجا چیزایی که نوشته بودم در واقع توی وقتی که نمیدونم چقدر وقت آیت دهانی فکر کنم وقت دارم، حالا سریع میگم اتفاقات بزرگتری که میفته در واقع میشه گفتش که از اواخر قرن 19 شروع میشه و قرن 20 توی قرن 20 در واقع ربط پیدا میکنه به رشته‌های دیگه ریاضی که اثر گذار بودن روی توسعه جبر و متقابلا اثر جبر روی رشته‌های ریاضی. وقت برای همه این چیزا نیست، من فقط به یکیش اشاره بکنم و اون من فکر کنم فقط راجع به توپولوژی جبری صحبت بکنم. به توپولوژی جبری یه آغازی داره شبیه آغاز هندسه باستان، یعنی خیلی حالت ترکیبیاتی و استدلالی داشته. البته قبل از اینکه اونو بگم یه چیزی هم بگم در تکمیل این صحبتی که کردم، به این جبر جدیدی که ما میگیم گفتیم از یه نظر از یه زاویه نظریه گروه ها بود، از نظر دیگه کار ددکین بود، در واقع اولین میشه گفت اولین کتاب جبر جدیدی که به وجود آمد و همه کتاب های بعدی در واقع دنبال این بوده، جبر مجرد، این کتابیه که وندر واردن نوشت وقتی که 27-28 سال بیشتر نداشت. یه دو جلدی مدرن الجبران ربطه به زبان آلمانی بود، این ترجمه انگلیسی شما اینجا نوشتم، این در سالهای 1930-31 چاپ کرد که واقعا اون وقت 27-28 سال بیشتر نداشت. وندر واردن یه ریاضیدان هلندی بود که توی گوتینگن درس میخوند یا حداقل یه مدت زیادی در گوتینگن گذران زیر نفوذ امینوتر و هیلبرت و آرتین و در واقع خود اونا هم در واقع زیر نفوذ ددکین بیان تا حدی اینها بود و داشت این جبر جدید، جبر مجردی که اونجا پایه‌گذاری میشد در واقع درک کرده بود، داشت ازش لذت میبرد، معتقد بود که در واقع این حرکت آینده است و واقعا یه کتاب حیرت آوری نوشت. این دو جلدی مدرن الجبرای وندر واردن، من فقط بهتون میگم وقتی من دانشجو بودم هنوز جزو کتابای درسیمون بود و من معتقدم واقعا اگه شما این کتابا نگاه بکنید، کتابای شاهکار، یعنی حیرت آوره که یه آدمی در 27-28 سالگی وقتی که یه چیزی داشت تازه به وجود می اومد داشت یه چنین کتابی نوشته که اینقدر پخته است و اینقدر دقیقه و در واقع همه چیزش بجاست، فوق‌العاده این کتاب ها. من این کتاب هم هنوز تجدید چاپ میشن، واقعا من میخوام توصیه بکنم که اگه دانشجوها که به اینا واقعا نگاه بکنم. گفتم ما وقتی که من سال خیلی علاقمند بودم به جبر، وقتی سال سوم دوره کارشناسی بودم رفتم درس مثلا جبر پیشرفته
چیزی گرفتم ساعت کارشناسی ارشد و سه تا کتاب به ما معرفی کردن، جلد اول و دوم وندروردن که با کتاب کامیتتی و الجبرای زاریسکی، کتاب بر اساس، یعنی نه اینکه مثلا از روی اینا اینم درس بدن، ولی غرض این بود که اینها مراجع اصلی جبر بودن در مثلا 50 سال پیش، من نمیدونم چند سال همه الان، نه بیشتر از 50 سال پیش، شاید مثلا 55 سال پیش یا همچین چیزی. به هر حال خیلی خوب، حالا من میخوام بگم یک کمی راجع به اثر توپولوژی جبری صحبت بکنم. به توپولوژی جبری حالا داستان طولانی داره، برمیگرده به پوانکاره و براور در واقع در گذر از قرن 19 به قرن 20. حالا خودش ریشاش توی معادلات دیفرانسیل و آنالیز بگذاریم، ولی یه رشد خیلی عجیبی کرد. روشش کاملا روش استدلالی و ترکیبیاتی بود در اوایل قرن 20، ولی جبر چجوری وارد شد؟ براور اولا خود پوانکاره بعضی این گروه ها رو معرفی کرد، یعنی متوجه بود که یه مسئله گروهی پشت جریان هست و در واقع اینم شاید نشأت میگیره از اینکه با گروه های اون چیزی که خودش گفت گروه های فوکسی و کلاینی در توابع مختلف اونجا دیده بود اثر گروه ها رو، و اینجا هم دوباره چیزی میدید، جاپای گروه ها رو میدید. ولی براور همون کسی که در واقع مکتب شهودگرایی رو در فلسفه ریاضی پایه گذاشت، میدونی که واقعا یکی از ریاضیدان های بسیار بزرگ اوایل قرن 20 بوده، نقش خیلی مهمی داشت در به وجود آوردن توپولوژی جبری، منتها استدلالش کاملا هندسی و ترکیبیاتی بود. روش هایی که به کار می برد بسیار مبتکرانه و هندسی بود. بعد اون زمان گفتم چون جبر داشت نوز می گرفت و مردم اعتقاد داشتن که این کار رو اگه جبر رو بهش اضافه بکنیم میشه بهتر توسعه داد، دو تا ریاضیدان جوان اون وقت امینوتر و الکساندروف از روسیه بلند میشدن میرفتن هلند پلو براور و سعی میکردن این کاری که داره براور میکنه یاد بگیرن، یه جوری بهش گروه ها و حلقه ها و جبر رو این چیزا رو اضافه بکنن و یه شکل، یعنی چیزایی که اعدادی که در واقع چیز به دست می آورد یا کارهای هندسی که می کرد یه جور روح جبری بهش بدن، اینو تو چارچوب نظریه گروه ها بیان بکنن، و میشه گفت شروع توپولوژی جبری یه جوری اونجا بود. و بعد این اینقدر توسعه پیدا کرد که بعدا به این نتیجه رسیدن مردم که آقا اصلا خیلی از این استدلالایی که شما می کنید همش تکراریه و اینا از یه اصول کلی جبری نتیجه میشه. و در واقع میشه گفتش که اوج این جریان کتابی بود که ایلنبرگ و استینراد نوشتن در سال 1952 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، من اینجا یادم رفت سال چه بودم، فکر کنم 1952 این کتاب فاندیشنز و الجبریک توپولوژی در اومد. تو این کتاب این در واقع این فاندیشنز و الجبریک توپولوژی میشه گفتش که در واقع یکی از کارهای تاریخ ساز قرن 20 ریاضیات قرن 20، چون این در واقع میشه گفتش که نه فقط شروع توپولوژی جبری مدرنه بلکه شروع جبر هومولوژی که شروع خیلی چیز هست. در واقع ببینید این جبر هومولوژی که میگی شروع شد از همین توپولوژی جبری، اینجوری شروع شد که اینا دیدن که در واقع خیلی کاری که تو توپولوژی جبری میکنن در واقع میتونن تو چارچوب دو تا نظریه دوال به هم، یکی رو میگفتن هومولوژی یکی کوهومولوژی انجام بدن، و اینا با 6 تا 7 تا اصل میشه اینا رو توضیح داد. و ببین مردم نظریات مختلف به اصطلاح هومولوژی داشتن، بعد دیدن که آقا اینا اکثرا با 7-8 تا از همه اینا در اشتراک دارن و بسیاری استدلال های اینها رو میشه رو جبر صرف، حتی بدون اینکه شما زیاد هندسه بفهمید از این جبر صرف در آورد، نه همه چیز ولی خیلی چیزا رو میشه در آورد از جبر صرف. یه چیزی به نام اگزکت سیکونس مطرح کردن که خب خیلیاتون دیدین الان در اونایی که سوالای بالاتری اگزکتی و خیلی چیزها رو میشون از اگزکت سیکونس در آورد بدون اینکه آدم بدونه دقیقا چی هست، یعنی شما فقط میبس بدون این گروه ها چیه و یه مقدارم بدون این هومومورفیزم های بین گروه ها چیه. و بعد باز یه کار دیگه ایلنبرگ مکلین تو همین زمینه، اینا چند تا مقاله داشتن که باز دیدن که خیلی
کارهایی که میکنن وقتی که دارن دو تا نظریه مختلف هومولوژی و کوهومولوژی رو با هم مقایسه میکنن، بین اینا یک در واقع یک ریختی های طبیعی وجود داره و این باعث شد که در واقع یه چیز رو وجود بودن به نام نظریه کاتگوری. نظریه کاتگوری هم در واقع میشه گفتش که توی مقالات چند تا مقاله‌ای که آیلنبرگ و مکلین توی سنه های 42 تا 45 نوشتن به وجود اومد و معمولا هم این مقاله معروفشون در سال 45 و بعضیا میگیرن به عنوان شروع نظریه کاتگوری. خب حالا اونایی که سال بالاتر هستین اینا شاید این چیزها رو دیدین، ولی من واسه اینکه نشون بدم اعجاز جبر رو نشون بدم و صحبتمو تموم بکنم، من دوست دارم یه چیزی که مثلا وقتی درس توپولوژی جبری میدادم همیشه با این شروع میکردم، اینو برای اون کسانی که ندیدن، دوره کارشناسی هستن ممکن ندیدن، اینو بگم که بهتون بگم که چجوری جبر میتونه اعجاز بکنه در امور دیگه. برای این لازم از فکرم از تخته استفاده بکنم بهتره. آره بذار این تخته رو من بزرگش بکنم، من همیشه یادم میره که تخته رو چجوری باید بزرگ کرد. اینها رو ما یه جوری کوچیکش بکنیم، چجوری میشه اینها رو کوچیک کرد؟ حالا من بخوام، حالا یه کسی میتونه من راهنمایی بکنه که من چجوری تخته رو بزرگ کنم با اینکه مدتی دارم درس میدم. آقای دکتر اگر فکر میکنم ما اسلاید رو ببندیم میتونیم تخته رو بزرگتر کنیم. اسلاید رو ببندیم دیگه. خب چجوری ببندیم؟ میتونم انجام، میتونم این کار رو بکنم، اشکال نداره. ببندیم. آره خب بذار من اینجا ببین، یکی از قضیه های براور که حتما شنیدید، حالا من فقط یه صورت معادلش رو میگم. ببین فرض کنی که یک دایره توپور داریم یا یک قرص دو بعدی داریم. یک قرص، من سعی کنم یک قرص دو بعدی بکشم. یک قرص دو بعدی یعنی یه دایره است همراه با نقاط داخل توش. یه قضیه براور یا یه قضیه معادل یه قضیه براور میگوید که شما هیچ تابعی نمیتونید مثال بزنید که این تابع، بذار با چیز بنویسم، با روی پد بنویسم، نمیتونید تابعی مثال بزنید که از این قرص، این قرص اسمشو بذارید دی مثلا، بره به مرز این قرص، مرز قرص که این دایره باشه، من به این علامت نشون میدم، این پیوسته هم باشه، خب این پیوسته باشه و اگه محدودش بکنید به مرز بشه همانی، یعنی اینکه اگه رو هر نقطه مرز اثر بکنه خود اون نقطه رو بده، یعنی خلاصه یه جوری این دایره رو بکشید توی مرز به طور پیوسته، به طوری که نقاط مرز ثابت بمونه. خب اینو میخوایم ثابتش بکنیم. خب ببینید جبر چجوری میتونه فوری اینو به شما بده. کاری که در واقع اینا کردن و این در واقع نمونه اول کار نظریه کاتگوری اینه، گفتن که خیلی خب ما میام به هر تابع پیوسته، اولا ما میام به این اشیاء یه گروه های نسبت میدیم که این گروه ها رو نسبت داده بودن. حالا بذارید من خلاصه بگم که مثلا به اینا یه گروه های نسبت داده میشه، مثلا بگیم به این نسبت میدن گروه دی پی دی، به اون یکی نسبت میدیم گروه پی مرز دی. اینه که میگن مثلا از هر به هر مثلا شی توپولوژیکی مثلا یه گروه فرض کنید نسبت میدیم، حالا اشیاء به خصوص، بعد به هر تابع پیوسته هم یه هوموورفیزم یا یه همریختی نسبت میدیم. این همریختی رو میخوان مثلا به اف ستاره نشون بدیم. خب بعد یه چیز دیگه هم فرض میکنیم که حالا اینم به اصطلاح یه شواهدی براش هست. ببینید قرص رو اگه در نظر بگیرید، یعنی این ناحیه توپو رو در نظر بگیرید، این قابل فشرده شدن به یه نقطه است. چیزایی که قابل فشرده شدن به نقطه باشه، گروهی که بهش نسبت میدن گروه مبتذل تک عضویه، یعنی مثلا میتونیم بگیم که به این ما گروه تک عضوی صفر رو نسبت میدیم. ولی این دایره که قابل فشرده شدن رو خودش نیست به چیز، اینو دیگه نمیتونیم بهش صفر نسبت بدیم. حالا فرض کنید که این چیزها رو تونستیم صفر، پس این نمیتونه ایزومورف باشه با صفر. خب فقط از همین و از این که طریقه نسبت دادن یه هوموورفیزم به تابع پیوسته باید از یه قانونهای طبیعی هم
رعایت چیز بکنه، تبعیت بکنه به اون قانون طبیعی. این است که مثلا اگه ترکیب دو تا تابع پیوسته رو بگیریم، بعدن ببینیم به این چه هوموورفیزم نسبت میدیم، این عبارت از ترکیب هوموورفیزم های اف ستاره و جی ستاره، یعنی یه جور رفتار این هوموورفیزم مشابه رفتار این پیوسته باشه. و اگه تابع همانی رو هم بگیریم، همانی یه شیء هندسی رو بگیریم و بعد روش ستاره بزنید، یعنی هوموورفیزم رابط مربوط به اینه در نظر بگیرید، این هم میشه همانی جبری. خب فقط از این چند تا چیز میتونه این قضیه براور رو ثابت بکنه. چجوری میتونیم ثابت بکنیم؟ اینجوری بگیم که خیلی خب فرض کنید که یه تابع باشه از دی به مرز دی که این خواص داشته باشه. خب چی میشه ما اگه اول از مرز دی شروع کنیم؟ خب مرز دی خودش نشسته در دی، یعنی میتونیم بگیم تابع جزئیات، تابعی که اینو میرنشونه توی دی. بعدن از دی با این تابعی که فرض کردیم وجود داره به مرز دی بریم به مرز دی. خب ترکیب این دو تا تابع چی میشه؟ خب از یه نقطه رو مرز دی شروع میکنیم، سر جاش نگه میداریم، بعد دوباره اف روش عمل میکنه. اف گفتیم نقاط مرزی رو ثابت نگه میداره، پس این میشه همانی، درسته؟ پس ترکیب اینا میشه همانی. خیلی خب از این که همانیه، از این قانون نتیجه میگیریم بنابراین که اف ستاره ترکیب با جی ستاره باید بشه همانی جبری. خب ولی غیر ممکنه. چرا غیر ممکنه؟ خب برای که همانی جبری، همانی اینه این گروه گروه صفر نبود، چون گروه صفر نیست این همانی تابع ثابت صفر نیست. ولی از طرف دیگه این اف ستاره ناچاره چی باشه؟ صفر باشه. چرا؟ چون گروهی که به این قرص قابل انقباض نسبت داده بودیم صفره، بنابراین این باید صفر باشه، هوموورفیزم صفر باشه. خب این غیر ممکنه. چجوری شما میتونید صفر رو با یه چیزی ترکیب بکنید به یه چیز غیر صفر؟ خب این غیر ممکنه. بنابراین قضیه ثابت شد، ثابت شد که شما نمیتونید قرص رو بچلونیدش به مرز قرص. انگار که هیچ کار هندسی نکردید، همش جبر بوده. و این واقعا اعجاز جبر واسه این چیزا، یعنی این نشون میده که چقدر چرا جبر هومولوژیک و این چیزا اینقدر مهم واقع شد، مورد توجه واقع شد، به خاطر قدرت عظیمی که داشت واسه حل مسائلی که به نظر نمیومد. من فقط اینو تموم بکنم که بگم در مقابل بقیه، ببین جبر نسبت به بقیه ریاضیات حالت ریاضیات پیدا کرد نسبت به علوم طبیعی، یعنی جبر یه جوری یه درجه مجردتر از بقیه ریاضیات بود، یعنی ساختارهای خیلی کلی ریاضیات رو میتونیم تو جبر ببینیم، همینطور که ساختارهای خیلی کلی علمی رو میتونیم تو ریاضیات ببینیم. در مقابل خب بقیه ریاضیات هم کمک کرده به جبر دیگه، مدل میده، نمونه میده، مثال میده واسه اینکه چه نظریات جبری میتونن مثمر ثمر باشن. و نه تنها این، بلکه بعضی مسائلی که خود تو جبر به وجود اومد، تو جبر مجرد، ما میتونیم الان راههایی پیدا شد واسش که در واقع از بیرون جبر بود. چجوری؟ من دو تا نمونه رو دوست دارم همیشه بگم، من فقط موضوعشو میگم و بعد تموم میکنم. یکی اینه که ببینید وقتی مردم اول اعداد طبیعی بود که خط حقیقی یه بعدی بود، بعدا اعداد مختلط بود که مدلش صفحه بود، بعدا چهارتایی ها بود که مدلش فضای چهار بعدی بود، بعدا اعداد کلی بود که مدلش فضای هشت بعدی بود. بعدا ریاضیدان ها ثابت کردن که اگه یه سیستم های عددی دیگه وجود داشته باشه که به اصطلاح زیرو دیوایزر نداشته باشه، قانون پخشی هم در موردش برقرار باشه، حتما بعد فضایی که روش اینا تعریف میشن باید 2^n باشه. ولی مسئله حل نشده بود که آیا مثلا در بعد 16 چنین چیزی وجود داره یا وجود نداره. و این یه مسئله جبری بود که اولین بار حلش به صورت توپولوژیک پیدا شد، یعنی مسئله جبری بود ولی این دفعه به کمک توپولوژی. در حدود سال 1957 اینها بود که توپولوژیست جبریستا
ثابت کردن که یه چنین چیزی وجود نداره. یعنی مسئله جبری رو ترجمه کردن به توپولوژی و در توپولوژی جوابش دادن. این یه مسئله. یه مسئله دیگه که من خیلی دوست دارم تو درسام بگم اینه، شما گروه آزاد میدونید چیه دیگه. خب یکی از چیزهای جالب اینه که شما اگه یه گروه آزاد داشته باشین، مثلا با دو مولد، یه قضیه در نظریه گروه ها هست که میگن یه گروه آزاد داشته باشیم، هر زیر گروهش گروه آزاده. و نه تنها این، بلکه قضیه سختی هست در اگه بخوام به طور جبری بهش نگاه بکنید سخته، که میگه با هر تعداد مولدی که در نظر بگیرید این یه زیر گروهی با اون تعداد داره. مثلا گروه آزاد با دو مولد یه زیر گروهی داره که گروه آزاده که 17 تا مولد داره. مثلا اینو بخواد مثلا جبری ثابت بکنید واقعا چیز سختیه، ولی به کمک باز توپولوژی یه راه خیلی خیلی ساده داره. و اون اینه که اونایی که میدونن فضای پوششی چیه، اینه که میان یه تعداد دایره میگن به هم چسبیده، مثلا 17 تا دایره به هم میچسبونن، بعد یه فضای پوششی تشکیل میدن از یه همچین چیزی، به کمک این ثابت میکنن که یه اثبات خیلی ساده میدن از این که از این مسئله جبری. بنابراین جبر و بقیه ریاضیات همچنان با هم ارتباط دارن و میتونن همدیگر رو به قنای همدیگه کمک بکنن. من همینجا تموم میکنم، یه ذره اضافه هم رفتم، یعنی بیشتر از یه ذره اضافه رفتم، خب ببخشید اگه سرتون رو درد آوردم، ولی خیلی ممنون دیگه. اگه من برنامه هست و قراره که برید استراحت بکنید یا اینکه قرار سوال جوابی بشه، حالا من در خدمتتونم. خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنونم از شما. اگر شما صلاح بدونید یک پرسش و پاسخ کوتاه هم داشته باشیم، چون برنامه بعدی سخنرانی آقای دکتر ملاحی ساعت 12 حدودا شروع میشه، ما فکر میکنم بتونیم یه حدود یک ربع هم پرسش و پاسخ داشته باشیم اگر شما اجازه بفرمایید. خواهش میکنم، هستم در خدمت. دوستان فکر میکنم اگه موافق باشین سوالات رو به صورت شفاهی و صوتی بپرسید، اگه دستتون رو بالا بگیرید من میتونم دسترسی میکروفون به شما بدم. آقای ملکی رو من میکروفونشون رو فعال میکنم. صدا میاد؟ بله صدایی من میکنم. عرض سلام، خسته نباشید، خیلی عالی، خسته نباشید، واقعا استفاده کردیم. آقای دکتر، من معطوف به اون حرفایی که توی 10 دقیقه اول در مورد خوارزمی و دوره اسلامی زدید، دو تا سوال دارم، دو تا سوال تاریخی که حالا یه ذره هم توی پژوهشکده تاریخ علمی دانشگاه تهران بحث میشه راجبش. مشخصا اینکه حالا چی شد که دوره تمدن اسلامی با اون درخشان بودنش و اون اوج گرفتنش شروع شد، و بعدش چی شد که حالا افول اتفاق افتاد؟ مثلا با کار غزالی بود چقدر تاثیر داشت، یا اصلا شما افول رو قبول دارید؟ چون الان یه بحثی هست که میگن اصلا افول اتفاق نیفتاده، دوره تمدن اسلامی همچنان با یک افت و خیزی ادامه پیدا کرده و بعضی‌ها میگن نه اتفاق خاصی هم نیفتاده. در مورد این شروع و پایانش یه سوال داشتم، گفتم اگر لطفا جواب بدید. آره، خب این سوال البته در تخصص من نیست، ولی خب منم چیزای خوندم، یه گرایشی دارم، بنابراین نمیتونم به عنوان یه متخصص جواب بدم، ولی میتونم بعضی چیزایی که احساسم هست بگم. اولا من فکر میکنم که هیچ وقت علم توی ناحیه از بین نرفته بود، چون اون چیزی که بهش میگن علم یونان واقعا علم فقط یونان نبود، یه علمی بود که مثلا واقعا حداقل میشه گفتش که از زمان بابل و مصر رو شروع شده بود. خود یونانی ها اصلا معلوم نیست یونانی یعنی چی، اصلا خود کلمه یونانی به کسانی اطلاق یونانی به کسانی اطلاق میشد که در ناحیه که امروز ترکیه است، یعنی آسیای صغیر و جزایر مدیترانه زندگی میکردن، ولی به زبان یونانی تکلم میکرد. اصلا خود یونان، خود یونانی ها الاس میدادن، یونان نمیدادن، و کلمه یونان واسه این دسته مردم گفت میشود. این دسته از مردم هم ارتباط خیلی زیادی داشتن با مصر و با فنیقی ها و با بقیه خاورمیانه، یعنی واقعا یه جزئی بودن از تمدن خاور نزدیک و خاور دور قدیم، یه جزئی بودن که تمام ارتباطی با این طرف بود، نه با اروپا، اروپایی که امروز مطرحه.
بنابراین من فکر میکنم در کل این کل این ناحیه میشه گفتش که یه تمدن واحد بود و درش این چیزا وجود داشت. هیچ وقت هم از بین نرفته بود، افت و خیز هایی داشت. اون چیزی که یه زمانی فرض کنید در آکادمی افلاطون خیلی مطرح بود و مرکزیت داشت، بعدا انتقال پیدا کرد به اسکندریه در مصر و بهش میگن هنوز علم یونانی، به خاطر اینکه زبان علمی زبان یونانی بود. مثل اینکه بگیم علم عربی به خاطر اینکه در دوره تمدن اسلامی همه چیز به عربی نوشته میشه. بعد ببینید در کل ناحیه خاورمیانه هم خیلی آدم های معروفی که شما میشناسید اصلا این ربطی به یونان نداشتن، اینا زندگی میکردن در یه جایی که امروز لبنان و سوریه و مصر و اینجور چیزا. و بعدن هم مثلا عده اینا وقتی که مسیحی ها در امپراتوری روم شرقی به قدرت رسیدن، کلن کارهای آکادمی افلاطون که هنوز ادامه داشت، اینو کفرآمیز میدونستن، مسیحی های متأثری بودن، خیلی از اینا کوچ داده شدن اومدن مثلا دانشگاه جندی شاپور رو در زمان انوشیروان در واقع بنا کردن. بنابراین به این در کل این ناحیه این مسائل بوده. خب و حالا بعد دوران لشکرکشی و اینا که بوده یه مدتی خاموش بوده، دوباره یک نهضتای به وجود آمد و اینها دوباره احیا شد. در و میدونید که چیز در زمان مأمون بود، خوارزمی در زمان مأمون بود و مأمون این دارالحکمه چیزو داشت، بغداد رو انداخته بود که خیلی تشویق میکرد ترجمه چیزها رو، ترجمه کتب یونانی و مثل ادبیات علمی که وجود داشت اون زمان، نه فقط یونانی بلکه از هندی و فارسی و چیز زبانهای دیگه. خب ولی جالبه که ظاهراً چیز خوارزمی در یه زمانی است که هنوز ترجمه از یونانی خیلی رشد پیدا نکرده بود و واقعا امکان داره که میگن خوارزمی بیشتر تحت تأثیر ریاضیات ایرانی و هندی بوده تا ریاضیات یونانی. شاید اگه بیشتر تحت تأثیر ریاضیات یا فلسفه یونانی بود هیچ وقت نمیرفت دنبال این کار. یه دید بسیار کاربردی تر و عملی تر داشت نسبت به این جریانات شاید که رفت دنبال این کار. بعدن هم شما نگاه میکنید میبینید که کل تمدن یعنی چند قرن ما تمدن خیلی درخشان داریم. حالا این تمدن درخشان موتورش چی بوده؟ بحث‌های مختلفی هست. حالا من اصلا گفتم قدم روی من نیست که واردش بشم. مثلا یکی از چیزا اینه که با توجه به این که بیشتر دانشمندهای بزرگ این دوره از خطه خراسان بزرگ برخواستن، تمام بیشتر این دانشمندهای بزرگ که شما نگاه بکنید از ناحیه آمدن که امروز یا خراسان یا آسیای مرکزی، اینا ولی جذب میشدن به بغداد و به جاهای دیگه که در واقع خواستارشون بودن. جریانش تئوری های مختلفی هست. مثلا یه تئوری تاریخدان دانشگاه کلمبیا داره اینه که میگه در واقع علتش یه رشد اقتصادی عظیم بود که در ناحیه خراسان و آسیای مرکزی به وجود اومد با کشت پنبه و این کشت پنبه یه ثروت عظیمی به وجود آورد. دلایل خیلی جالبی هم داره، کتابایی هم داره دنجه. و اقتصاد این ناحیه خیلی رشد پیدا کرد و باعث این شد که در واقع کارهای لوکسی مثل کار علمی و این چیزا مورد توجه بتونه مورد توجه قرار بگیره. و بعد معتقده که با یه تغییرات اقلیمی که رخ داد بعد از مثلا چهار قرن درست قبل از اومدن مغول ها، با تغییرات اقلیمی که رخ داد در آسیای مرکزی و خیلی اقلیم سردتر شد، این باعث شد که کشت پنبه از بین بره، مجبور بشن که بیشتر کشت رو رو گندم متمرکز بکنن که برای آذوقه لازم بود و یواش یواش عده زیادی مهاجرت کردن، از اینجا رفتن فرض کن به آسیای صغیر یا جاهای دیگه و افت در واقع اقتصادی باعث شد که افت علمی هم به وجود بیاد. حالا این یه تئوریه. حالا تئوری دیگر، اونایی که معتقدن که در واقع افتی به وجود نیامده، من فکر کنم که یه مقداری مشکل دارن اینو ثابت بکنن که افتی به وجود نیامد بعد از 4-5 قرن، چون که اصلا شما اگه به تعداد افراد نگاه بکنین و کارهای واقعا جدیدی که شده میبینید که واقعا
حتی خود آمدن مغول و لشکرکشی و اینا همیشه اینا ایجاد یک وقفه هایی کرد مثلا من در کار. حالا گفتم این یه مسئله ایست که واقعا تاریخدان ها و جامعه شناس ها اینا باید جواب بدن، ولی اقلا در ظاهر به نظر من میاد که واقعا یه 3-4 قرن شکوفایی خیلی خیلی مشخص بوده که به نظر میاد بعدش اقلا به این شدت ما نداریم چنین چیزی و بیشتر تکرار و دنبال روی کارهای قبلی بوده، یعنی نوآوری آنچنان نداریم بعد از 3-4 قرن. این چیزی که به نظر من میاد، ولی گفتم نظرات دیگری هم هست. خیلی ممنون آقای دکتر. من اصلاح میکنم، فکر میکنم اشتباها گفتم که سخنرانی بعدی ساعت 12 ولی ساعت 11 هست. من فکر میکنم فرصت یک سوال دیگه هم داشته باشیم. البته آقای دکتر جعفری هم گویا یک سوال دارن. آقای دکتر میخواین شما بفرمایید تا بعد آقای مقصودی هم سریع سوالشون رو بپرسن. من یه سوالی دارم در نقش فلسفه توی پیشرفت علم، حالا یا ریاضی یا کلا. من شنیدم که میگن که ارسطو باعث شده که چند قرن پیشرفت علم عقب بیفته به خاطر نظریاتش، و کلا اینکه مثلا این فلاسفه‌ای که در مورد فلسفه ریاضی کار کردن، آدمای مثل ویتگنشتاین یا راسل، جدای از اون بخشی ریاضی که کار کردن، خب راسل کارهای ریاضی هم کرده، ولی فلسفه‌شون آیا مفیده یا مفید نیست؟ حالا من منظورم اینه که الان یک حرفی هستش که فرضاً میگن که باید یک کاری که آدم میکنه زیبا باشه، اگه زیبایی درش نباشه اصلا ارزش کار کردن نداره. داستان معروف هم اینشتین که مدت ها با مکانیک کوانتومی مشکل داشت و میگفت از نظر فلسفی این مشکل داره و اینطور نیستش که خداوند تاس بازی بکنه. یه جمله که من خیلی دوست دارم از فاینمن، ازش پرسیده بودن که آیا شما دنبال پیدا کردن یک فرمول نهایی برای عالم هستید، و اون میگه که نه، من فقط میخوام بفهمم که عالم چجوری کار میکنه. اگه فرمول نهایی وجود داشته باشه خب خیلی هم عالی، ولی اگه عالم به شکل یک پیازی باشه با هزاران هزار پوسته که پوسته با پوسته بعدی فرق میکنه، من اونجوری کار میکنم. میخواستم ببینم نظر شما چیه در این مورد، حالا اینکه فلسفه ریاضیات کمک کرده به پیشرفتش یا نه. یعنی کلا مثلا آدمایی هستن که خیلی فلسفی فکر میکنن و ریاضیاتشون با فلسفهشون پیش میره، و یه آدمایی هستن که نه، خیلی در واقع همون چیزی که فکر میکنن انجام بشه انجام میدن، ولی اگه راهش هم خیلی مشکل و سخت و پیچیده و زشت هم باشه اشکالی براشون نداره. خیلی ممنون. اگه جان باشه، من البته مردم نظرات مختلف دارم. من یکی میگم ارسطو باعث از این دیدگاه از یه نظر شما تو ارسطو میگم فکر کنم به نوعی درسته، یعنی واقعیتش اینه که مردم فکر کردن که وقتی که ارسطو وقتی که حالا اگه تو ارسطو بخونید از استحکامش وحشت میکنه، یعنی به قدری قویه این نوشته ها، به قدری قویه و به قدری به نظر این استدلال محکم میاد، به نظر میاد با شهود معمولی و با عقل سلیم معمولی بهتر از این نمیشه گفت. و همین استحکام و قوامش فکر میکنم باعث شد که مردم اونطوری مجبور بکنه که فکر کنن که حرف آخر رو میزنه. یعنی اینکه بخوام به ارسطو همچین اتهامی بزنه از یه نظر درسته، ولی از طرفی نمیشه گفت که تقصیر کاره. واقعا خیلی آدم باهوشی بوده و خیلی خوب بلد بوده استدلال. از طرف دیگه من فکر می‌کنم یک چیزی رو به بشر نشون میده، و اون اینکه استدلال بشر و قدرت عقلانی و شهود بشر خیلی ناقص و هیچ‌وقت نباید کاملا متکی بشه. من فکر می‌کنم اتفاقی که افتاد این است که وقتی بشر خیلی مغرور میشه نسبت به قدرت استدلالش و اوج قدرت استدلال رو در این می‌بینه که بتونه بحث فلسفی دقیق بکنه، اون وقتی که دچار خطا میشه. چون همیشه ما اگه نگاه بکنیم به انسان ببینیم که بابا یه پدیده های مثل الکتریسیته و مغناطیس و اشعه ایکس و اشعه گاما و اینا همه وجود داشته در طبیعت، ولی انسان از اینا اطلاعی نداشت و نتونست ازش استفاده بکنه تا یکی دو قرن اخیر، درسته؟ پس در واقع عقل انسان خیلی، عقل انسان و حواس انسان خیلی هم چیزهای قوی نیست، درسته؟
طبیعت خیلی قوی تره. چون طبیعت قوی تره یعنی این باعث میشه که آدم خیلی هم نباید متکی باشه به اینکه فکر کنه هر چی داره با استدلال فلسفی بتونه ببره جلو. من فکر می‌کنم که خیلی کنجکاوی فلسفی و اینکه آدم دنباله یه مبانی باشه که کاری که میکنه خیلی گرایش طبیعی و خوبه که انسان داشته باشه. ولی اینکه فکر بکنه که با عقل محض بتونه همه چیز رو پاسخ بده یه چیز خطرناکه. و این همینه که باید وقتی باعث رکود میشه، باعث محافظه‌کاری میشه در علم. بنابراین ببین آدم ها هم فرق دارن دیگه، بعضی ها خوب این گرایششون فلسفی تره، بعضی ها کم تره. ولی تنها چیزی که من احساس میکنم باید نسبتش اختار داد اینه که زیاد فکر نکنید که مثلا عقلتون چیزی حاکمه بر همه چیزی، همه چیزی میتونید با عقل بسازید. همیشه یه چیزی هست که ما به عنوان انسان نمیتونیم بسازیم و بهتره مثلا به تجربه و به محاسبه. محاسبه رو من یه نوع تجربه میدونم. محاسبه این آزمایشه، یعنی شما یه کاری انجام میدید که آخرش نمیدونید چی میشه ولی قوانینش میدونید چی میشه. محاسبه استفاده از کامپیوتر این آزمایشه. بنابراین باید از این استفاده کنید. من میگم زیبایی جبر، قدرت جبر در این بوده که محاسبه رو امکان پذیر کرده و اینه که باعث شده انسان از بره فرای شهود محض. البته هیچ کدوم نباید افراطی کنه، یعنی این من میگم افراطی رفیق نو که هر دوتون باید هم کنه. تا چه حدی جواب؟ خیلی ممنون آقای دکتر. من فکر میکنم آخرین سوالم اگه آقای مقصودی لطف کنن و سریع بپرسن ما میتونیم کم کم برنامه رو تموم بکنیم. سلامید، خسته نباشید، خیلی ممنون از سخنرانیتون. آخر بخش آخر سخنرانیتون فرمودین که بعضی مسائل جبری ساده تر حل میشن و بعضی مسائل از راه توپولوژی آسان تر حل میشن، یا حالا شاخه‌های دیگه ریاضی. این در واقع همیشه برای من سوال بوده که مثلا میشه اینو پرسید که چه مسائلی هستن که جبری ساده تر حل میشن و چه مسائلی هستن که مثلا هندسی ساده تر حل میشن. و یا این مثلا خاصیت یه مسئله است که بگیم مثلا اون مسئله هندسیه یا یه چیز هندسی درش وجود داره، چیز جبری توش وجود داره و اینجوری میشه مثلا طبقه بندی کرد یا فهمید که در واقع ارتباط بین جبر و هندسه چطوریه. خیلی ممنون. خب اگه کسی جوابش میدونست خیلی خوب میتونست تو کار تحقیقاتیش پیش بره. گاهی وقتا معلوم نیست دیگه، نکتهش همینه که فقط تجربه کاری شما نشونتون میده که چه کاری رو میتونید صرفا جبری پیش ببرید، چه کاری رو باید برگردید یه شهود تازه داشته باشید، باید یه عنصر هندسی جدید مثلا بهش اضافه بکنید که بتونه بره جلو. جواب مطلقی نداره، این فقط تجربه است. یعنی یه کسی که تو کار تحقیقه یه چیزایی در عمل میفهمه خودش که همیشه هم لزوما نمیشه با کلام و با اینا آورده. البته خیلی خوبه که آدم هر چی میتونه سعی کنه دقیق تر بتونه بیان بکنه، ولی من شخصا خودم نمیتونم یعنی یه فرمول کلی بدم در این رابطه. گفتم این محاسبه و شهود دو تا عنصر و دو تا شاخه علم هستن که هر دو تا رو باید محاسبه مفهوم عام شامل مثلا تجربه میشه. باید هر کسی یه مقدار با تمایلات شخصی، یه مقدار هم با چش در عمل باید دید که چه نسبتی از هر کدومش باید استفاده کرد. من جواب مطلق ندارم. خیلی متشکرم، بازم تشکر میکنیم از اینکه افتخار دادید و ممنون از سخنرانیتون. فکر میکنم ما بتونیم 11:05 شروع کنیم، یعنی یک وقفه 10 دقیقه داشته باشیم و بعد در خدمت آقای دکتر ملاحی هست. شما میتونید من را دیگه از اپراتوری در بیارید که نخواهش میدم، مسئله نیست اگه یعنی مشکل پیش نمیاد هر جور که شما. آره اگه فکر میکنم چون شما
با یوزرنیم وارد شدیم من نمیتونم تغییر بدم. خیلی خب، حالا خودم میرم بیرون دوباره برمیگردم. هر جور که سلام میدونم. خیلی ممنون. ممنون از شما، بازم متشکرم. خدا. خیلی متشکرم.